بر اساس اعلام دولت اوکراین گیری های یک شنبه شب و صبح دوشنبه پانزه اردیبهشت در حومه شهر اسلوویانسک منجر به کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن سی نفر از نیروهای وابسته به پلیس اوکراین شد. یا زهش پندزامی طرفدار روسیه نیز زخمی شدند و تعداد تلفات غیر نظامیان بیش از پانزه نفر بوده است. یکی از افرادی که به انتقال مجروحان کمک می کند می گوید این مجروح آنجا به زمین افتاد. او بسیار رنگ پریده است و به نظر می رسد می میرد. ما کمک های اولیه را انجام دادیم و برای زنده ماندنش دعا می کنیم. یکی از هلیکوپترهای دولتی نیز در نزدیکی مناطق تحت کنترل شپ نظامیان طرفدار روسیه سقوط کرد اما خلبانان آن زنده ماندند جدای طلبان طرفدار روسیه همکنون با ایجاد موانع جاده های اصلی و راههای منتهی به بیمارستان محل درمان همقطارانشان را بستند تا مانع از پیشروی نیروهای اوکراینی شوند آنها همچنین به استقرار سلاحهای سنگین و خمپار اندازها پرداختند. نیروهای دولتی نیز در نزدیکی یکی از دکلهای تلویزیونی سنگر گرفتند. دولت اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه را متهم کرده که از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کند.